ولایتی در شهر باختر. من همچو کتابدار خوشبخت از آنم که امروز در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است از نامینیسی سیوم خواندن و از یاد کردن اشعار بچگانه شرکت نمودم و من از روی این نامینیسی زیاده از 100 کتاب بدهی، زیاده از 2000 مصرع شعر و همزمان چیستان و لطیفه ها و تزگویک ها رو از بر کردم و با یک تیاری جدی به این آزمون آمدم و امیدوارم که سازوار جای نمایان میگردم. من باری اول است که در این آزمون اشتراک میکنم و همچون کتابدار فخر از آن دارم که در آزمون جمهوریوی تا دور نهایی آمده رسیدم. وقتی که من رو به صحنه خواندن یک حسیات عجیبی من رو فرا گرفته بود، اما از بس که من کارمند کتابخانه هستم، همیشه با کتاب و کودک ها و در همیشه در برنامه های تلویزیونی اشتراک میکنم، ارادم رو مستحکم گرفتم و با یک اراده قوی به صحنه برآمدم. من شخصا من دل شکسته نمیشوم، زیرا کوشش میکنم که همون سوال رو دریابم، خونم، فهمم و دانش و ملکه خودم رو سیقل بدهم. در برای کودک ها همین رو گفته میتونم که خیلی میشد به کودک ها سوال های ساده تر، فهمو تر یا یکان جمله دیگر رو مثال آورده فهمونن، اونها به خوبی جواب داده میتونم. کتاب نه تنها سرچشمه دانش، بلکه واسطه مهمی تربیه معنوی انسان است. فرمودن اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت. چون کتاب اینقدر یار و مددگار باشد، پس همگان را ضرور است که رو به این گنج مقدس بیارند، کتاب را دوست دارند و اون را بهر خود عزیز دانند. همین یک ماه آخر که تیاری به دور جمهوریوی آزمون بود، من بسیارتر شعر میخوندم، به شعر از برکنی مشغول بودم. حتی در خانه وقتی که به پختن خوراک یا به شستن لباس مشغول نشدم، همون روی خط شعر یا همون ورق شعرم رو در یک تنه دیوال نصب میکردم و از روی اون خونده به کارهای خانه ادامه میدادم. شعرهای دوست داشتم رو نیز زمزمه میکردم. یکی از شعرهای دوست داشته ترین من این از استاد میرسعید میرشکر میباشد که قصه جایره می باشد. می خواهم اون رو بهر بینندگان تلویزیونی بهارستان گفته باشم. قصه جایره از میرسعید میرشکر. آیا می دانی جایره یک وقت آدم بوده است؟ در دکانی سری راه دک فروشی نموده است. روز کمپیر نوچار به نزد او می آید، سر کرده خم بازاری التماس می نماید. باید تا فردا رسم به خوجاینم رسمون، می کوشدم اگر من به جان آورم فرمان. اما دوک هم شکست است، ندارم دوک دیگر. چی می شود دوک را دیدم نسیه؟ اگر مقدر هم نسیه نه، تنگه نخت دارم، تنگه دیگر را روز دیگر می آورم. دوک فروش سنگین دل بلند بلند می خندد، تو را کشند با من چی؟ گفته در را می بندد، نگاه حیوان می گردد. دوک فروش خود پیسند، دوک هایش گردیده سیخ به تن او می خلند. آدمان دیده او را جایره نامش می مونند. هر کس فتادگان را اگر نمی دهد دست، برای رفع عموم حیوان گردد بهتر است. کتابخانه دلگیر کننده نیست، من مخصوصا در کتابخانه بچگانه هستم که این برای من به نهایت پسند است، زیرا من هر یک کتابی بچگانه رو که میخونم در خانه رفته به طفلک خودم اون رو نقل میکنم که این به من خیلی هیجان آور است. وقتی فرزندی من، طفلی من کتابی خونده من رو، افسانه‌ای که من برایش نقل میکنم، او به خوبی میفهمد و حفظ میکند. جهت های نیکی و بدی کتاب را نابسته از اونی که او خردکک است، با او افسانه و شعرهای زیاده میآموزانم و امیدوارم که او نیز مثل من در چنین آزمون های باشکوه آمده اشتراک نماید. چون خیراندیش گفتند کتابدار تو هدیه خداوندی، کسی کتاب بخواند اگر تو خرسندی. کتابخانه بود علم تو و عالم تو، کتاب مرحمتی و با کتاب پیوندی. کتاب دوست داشته من این کتابی گوشواره کرامت‌الله میرزا میباشد که در آن قهرمان های اساسی آن
رستم، حبیبه و نزیره که خواهران او بودند می باشد که در آنجا مهر و محبت برادری، مهر و محبت خواهری که ایام جنگ بود آنها مادرشان را از دست داده بودند و از مادر تر همون یک گوشواره خاطره بود به دستی رستم که اون هم در ایام گرسنگی بود میخواست خوارکانش رو با آب و نان و غذا تامین کند اما مبلغ نداشت و میخواست گوشواره های مادر رو بفروشد برای خواهرام نان بگیرد اما دلش نمیشد چون که یگانه میراث یگانه خاطره از دست مادر همون گوشواره ها بود که به خواهر او حبیبه داده بود این قصه تاثیرش در من در اون بود که من مهر و محبت صمیمی رو نسبت به خواهران و برادران اون دیدم که در حقیقت من نیز این گونه مهر و محبت رو نسبت به برادران خود و از برادران خودم نیز این گونه محبت رو دیدم که مرا به دانشگاه داخل کردند خوانوندند صاحب خط و سواد کردند و منتداری خود را طریق تلویزیون به برادران عزیزم میرسانم البته خوشبختی این اول در وطن آباد و آزاد در وطنی که در آن استقلالیت وحدت صلح و کنفرما است و البته وطنی تنج و آرام آیله آباد آیله سالم خوشبختی فکر میکنم در همین است زیرا شاعر گفته است تاجیکستان صاحب استقلال شد پیرو برنایش همه خوشحال شد دوستی و مهری او پاینده باد فاز گویا خلای اقبال شد